اجتماع عظیم عزاداران حسینی در شام غریبان برگزار شد. بیت مرجالی قدر حضرت آیت الله شیرازی در شهر مقدس قم میزبان خیل عظیم عزاداران و عاشقان حسینی در شام غریبان امام حسین علیه السلام بود. در این مراسم پس از برپایی عزاداری حضرت آیت الله شیرازی به ایراده سخن پرداختند. مرجالی قدر در تلیعه کلامشان ضمن عرض تعذیت به مناسبت فرارسیدن شهادت حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام فرج یگان منتقم ایشان را از درگاه باری تعالی خواستار شدند و به عنوان وظیفه شرعی از تمام خادمان در راه تعظیم شاعر حسینی تشکر کردند. آیتولال ازماشی رزی رخداد عظیم آشورا را امتحانی سخت برای امت استامی دانستند و با اشاره به بخش از نامه حضرت عبا حسین علیه السلام به معاویه برخی از پیامدهای شوم غصب خلافت امیر و حضرت علی علیه السلام را برشمردند و بر لزوم بیان حقایق تاریخی تاکید کردند. معظم الله فرمودند پس از شهادت حضرت امام حسن علیه السلام و حضرت ابو عبدالله علیه السلام به معاویه نامه ای نوشتند در بندی از این نامه حضرت سید و شهده علیه السلام به معاویه فرمودند برای اسلام بدبختی و فتنه بزرگتر از ریاست تو بر امت اسلامی نیست ای که در عرض چند روز سی هزار مسلمان را کشت و این مطلب و مطالب در تاریخ آمده است ریاست معاویه بر امت اسلامی سبب شد تا پس از او یزید بر تخت بنشیند و سپس بنی امیه و بنی عباس و بنی مروان ریاست کنند و این سیاهی ادامه یافت تا به امروز افرادی به نام اسلام خود را در میان مسلمانان منفجر کنند و ای را به قتل برسانند این تاریخ سیاه باید به جهانیان عرضه شود معظم الله در ادامه با تاکید بر لزوم بهره جستن از وسایل ارتباط جمعی و توانایی بالقوه هر شخص ابلاغ نام و یاد امام حسین علیه السلام و واقعی آشوراب به جهانیان را یک وظیفه عمومی دانستم و فرمودند این فاجعه باید با تمام عظمتش به تمام دنیا رسانده شود و این مسئولیت بر عهده همه ماست مرجال قدر در ادامه سخنانشان مبارزه با شعر حسینی را دسیسه استعمار انگلیس معرفی کردند و در این باره فرمودند انگلیس دو ضربه از شیعیان امام حسین علیه السلام خورد که نخستین آن شکستش در ایران در ماجرای تحریم تنباکو و دیگری انقلاب سال 1920 در عراق است پس از این وقایع انگلیس تصمیم گرفت به شیعان و دستگاه امام حسین علیه السلام ضربه وارد کند اما موفق نشد و نخواهد شد مرجعیت شیعه با بیان اثر شاهر حسینی بر هدایت جامعه جهانی و عدم پوشش خبری مناسب از شاعر حسینی در جهان فرمودند شاعر مقدس امام حسین علیه السلام باید به تمام دنیا برسد که اگر چنین شود دنیا منقلب خواهد شد دنیا دو تجربه تلخ داشت اول تجربه کمونیسم در شرق و دومی ریاست غرب بر جهان بود که تمام جنایات در سر تا سر زمین نتیجه همین ریاست است چرا که غرب در اداره جهان شکست خورد ما به دنیای شرق و غرب اعلام می کنیم تا بیایند فرهنگ امام حسین علیه السلام را نیز تجربه کنند تا سعادتمند شوند این عمل نیازمند شناخت است و دادن شناخت به شرق و غرب وظیفه ماست در این راه بکوشید و سختی ها را تحمل کنید مرجال قدر گسترش شاعر حسینی را از بهترین راه های گسترش اسلام حقیقی معرفی کردند و ادامه دادند مرحوم کاشف در کتاب خود نوشتند که یکی از بزرگان مسیحی به ایشان گفته بود شما از امام حسین علیه السلام استفاده نمی کنید اگر امام حسین علیه السلام متعلق به ما بود در سر تا سر دنیا بر در هر خانه ای یک علم سیاه به نام ایشان می زدیم. ایشان افزودند شاعر مقدس امام حسین علیه السلام محدود به محرم و سفر نیست این شاعر برای طول سال است آیت الله العظمی شیرازی رویداد عظیم اربعین حسینی را نیز از مهمترین شاعر معرفی کردم و فرمودند مطلب آخر مسئله اربعین امام حسین علیه السلام است که باید پررنگتر از هر زمانی برپا شود این پیاده روی ها، این پا برهن رفتان ها و آینهای های عزاداری همگی شعیره امام حسین علیه السلام است که باید حفظ شود اگر غزیه امام حسین علیه السلام نبود امروز من و شما مسلمان نبودیم اصلا چیزی به نام اسلام وجود نداشت پس بکوشید و شهر ایشان را در سراسر جهان با قوت برگزار کنید و در این مسیر تمام رنج ها و سختی ها را به جان بخرید